اینجا 26مین دوره نمایشگاه الکامپ، اومدیم غرفه موبینت که یکی از غرفه‌های باحال این نمایشگاه این دوره است. خیلی ویژگی‌های مختلف داره، از جمله گیم زون که در ادامه بهتون نشون میدیم. بخش‌های دیگه هم که خیلی بهش میشه اشاره کرد، یه ویژگی جدید اینترنت جدیدی به نام فایبر لینک که خانم آبدینی در ادامه در موردش براتون صحبت می‌کنن. بریم ببینیم غرفه چه خبره. در خدمت خانم آبدینی هستیم، مدیر ارتباطات بازار موبینت. غرفه موبینت خیلی باحاله. خب کلی رنگ سبز داره، کلی ویژگی‌های گیمینگ داره و خب ما هم که زومجیم برامون خیلی مهمه. امسال توی الکام 26ام موبینت چیا رو برای بازدیدکننده‌ها اینجا به نمایش گذاشته؟ منم اول سلام عرض می‌کنم به شما و شنونده و بیننده هاتون. ببین، ما امسال غرفه‌مون رو توی زون‌بندی‌های مختلف با توجه به اینکه الکام چند سال بود برگزار نمی‌شد، سعی کردیم سرویس‌هایی که حالا مرتبط هست و بولتر کنیم، ولی سرویس‌های سازمانیمون رو هم داریم توی نمایشگاه. ما توی تقریباً 5 تا زونی که در نظر گرفتیم برای ارائه سرویس‌ها به مشتریامون، خب اینترنت که اصلا پایه خدمات و سرویس‌های ما هستش رو داریم که اگر از ورودی ما دیده باشین، اون بخش اول خدمات اینترنتیمون هست که داریم. کنار سرویس های LTE که داریم، ما امسال سرویس فایبر لینکمون که یکی از سرویس های جدید موبینت بر بستر فیبر نوری هست رو هم آوردیم و اینجا داریم پرزنت میکنیم. یه تاچ استندی هم اونجا گذاشتیم که شما اسپید تستش رو هم بگیرین حتما ببینین. خب بیشتر دنبال این هستیم که سرویس های جدید پروموت بشه و خیلی هم استقبال شده این سرویس که الان توی فاز اولش داره به مجتمعهای مسکونی و مجتمعهای بزرگ و مجتمعهای تجاری ارائه میشه. من خب جذابیت‌های خاص خودش رو داره. یکی از بخش سبد محصولات اصلی دیگه هم که ما توی نمایشگاه آوردیم، بحث سرویس‌های ابری یا سرویس‌های کلاد بیسمون هستش که خب اون هم توی هم بخش بی تو بی هم بخش بی تو سی داره پرزنت میشه برای بازدید کننده ها. توی بخش بی تو سی ما دو تا محصول برای این سرویس داریم، موبینیو و موبی کلاد. موبینیو که سرویس نظارت تصویری ابری ما هستش که داره پرزنت میشه و موبی کلاد هم یک سرویس ابری ما هستش که باز برای یه سری از افراد، بلخص کسانی که فریلنس هستن و میخوان که از این بستر استفاده کنن، اینجا وجود داره و بهشون پرزنت میشه محصولاتش. توی بخش سازمانیمون هم که ما یک سبدی از محصولات سازمانی جامعه که حالا کانکتد برانچ هستش و عملا اتصال تمام شعب کسب و کارها رو توی مجموعه جامعه از خدمات داره، ما اینجا داریم. و یه بخش دیگه مهمی هم که ما توی نمایشگاه داریم پرزنت میکنیم، بخش زون آیوتیمون هستش. آیوتی سرویسسمون رو آوردیم که یکی از محصولات اصلیش موبی اسمارت یا خدماتی هستش که توی حوزه اسمارت هوم داره ارائه میشه و هوشمندسازی هستش. و یکی از محصولات دیگه‌مون هم محصول پایش هوشمند حریق یا الرتی هستش که از برندهایی هستش که زیر مجموعه خودمون هستش و حالا ما سال گذشته رونمایش هم انجام دادیم. یه محصولی هستش که مشترک بین ما و فاوای شهرداری و سازمان آتش نشانی توی حوزه اطفای حریق توی شهر تهران داره انجام میشه. و یه بخش حالا جذابی هم که ما در نظر گرفتیم که حتما پیشنهاد میکنم تست کنیم، بحث گیم زونمون هستش که عملا ما داریم اینجا با اون خدماتی که از فیبرمون استفاده میکنیم و با اون سرعت خیلی خوبی که داره، یه تجربه ای رو برای بازی کننده ها رقم میزنیم که بازی آنلاین داشته باشن، VR باشه و با پینگ پایین بتونن اون لذت بازی رو تجربه کنن که خب استقبال خیلی خوبی هم شده. حالا حتما به شما و بچه‌ها هم پیشنهاد میکنم که اینو تست کنید. موبینت خب از لحاظ اینکه سطح پوشش خیلی خوبی تو کل کشور داره و گیمر هم دوستان که همش به خودشون برن این منبر و بتونن از اینترنت استفاده کنن، پایاری اینترنت موبینت حالا برای بازیکن‌ها در چه سطحیه و چقدر در دسترس واقعا؟ ببینید، ما اصلا یکی از سگمنت‌های اصلیمون، یعنی یکی از بخش‌های اصلی مشتریامون، یعنی دقیقاً اینایی هستن که گیمر هستن و اصلا دنبال گیمر. ما الان خیلی حالا تو ردای سنی مختلف، یعنی از نوجوان‌ها و این سن خیلی ها میان که، یعنی اصلا بخش عمده از سبد محصولاتمون که برای این سگمنت در نظر گرفتیم کسی هستش که اصلا به خاطر استفاده از، چون میدونین ما خب همیشه ادعامون این هستش که از لحاظ قیمت ما قیمت پایینی رو نداریم، ولی خب کیفیت خیلی خوبی رو ارائه میکنیم، بلخص برای گیمرها که اون پینگ پایین خیلی دغدغه‌شون هست و پایداری اینترنت رو میخوان. خدا رو شکر تا اونجایی که شده تونستیم این سرویس رو خیلی خوب ارائه بدیم و یه بخش عمده ای از مشتریامون همه گیمر هستن. یعنی بچه‌ها اصلا ما دیروز هم اینجا خیلی داشتیم میومدن اینجا، بچه‌ها خیلی هم استقبال میکردن
نه عملا استفاده کننده از این هستن. حالا باز باید خیلی از مشتریامون راجع به این سوال کنیم. ممنون خانم آبدینی، مرسی از توضیحاتتون. حالا سخن پایانی و اینکه حالا موبینت چه برنامه برای آینده داره؟ ما همیشه سعی کردیم حالا به عنوان یک برندی باشیم که پیشرو باشیم، چون موقعی که وای مکس بود ما اولین نفری بودیم که توی این حوزه ورود کردیم، توی حوزه ایتی، توی همین حوزه ما همیشه سعی میکنیم خیلی پیشرو باشیم و اتفاقا یک نگاه خیلی ویژه‌ای هم به نسل آینده داریم و اصلا یکی از بحثایی که همیشه داشتیم این بوده که بتونیم خدماتی رو ارائه بدیم که برای اونها مهم باشه. الان حتی خدمات کلاد بیسمون هم بلخص مثلا موبی کلادمون که داره اون سرویس رو ارائه میده برای بچه‌ای هستش که الان خیلی بیشتر اصلا سبکشون لایف استایلشون اینه که مثلا فریلنس کار میکنن، خیلی دیگه اون مدل‌های قبل رو نداره. سعی می‌کنیم برای اینها حتما خدمات رو داشته باشیم، یا برای بچه‌ای که علاقه من به گیم هستن هم حتما این رو داشته باشیم. و همیشه پلنمون برای آینده این هستش که بتونیم خدمات و سرویس‌های نوین و فناورانه و هوشمندی رو ارائه کنیم که بتونیم به روز باشیم و خدمات به روزی هم ارائه بکنیم. پرزنت فیبرمون رو دارم و حالا ما اینجا گذاشتیم این تاچ استند هم که شما حالا خودتون تست سرعت رو هم حتما بتونیم بگیرین که دانلود و آپلود سرویس فایبر لینکمون رو هم بتونیم ببینیم. این سرویس فایبر لینک بر چه اساس؟ یعنی وایرلس یا نه فیبر نوری خطیه؟ نه ببینید میکسه در واقع یعنی ما از یه سری از رادیوها استفاده میکنیم که اینترنت رو بتونیم به مجتمع و منازل مسکونی بدیم، ولی از اونجا به لوکیشن شما یعنی به مودم شما دیگه به وسیله فیبر نوری وصل میشه. یعنی با اون سبکی که حالا مدل فایبر لینکی هست که تماما زمینی هستش این تفاوت رو داره و جاهایی که این فیبر کشی انجام نشده شما میتونین این استفاده کنین، چون الان میدونین هنوز فعلا خیلی جدید هستش و همه جای امکان رو ندارن، ولی عملا شما همون سرعت رو داره، یعنی شما سرعت دانلود 100 مگ رو و آفلود رو میتونین با این سرویس خیلی خوب و جذاب تجربهش کنین. بعد پوشش دهیش تو تهران چطوریه؟ ببینید از لحاظ پوشش دهی مشکلی نداره، چون اون رادیو هستش که این سرویس رو میده، ولی با توجه به حالا هزینه هایی که داره و اینکه باید اون بحث کاست بنفیت منطقی باشه، فعلا توی مجتمع های مسکونی بزرگ، مجتمع های تجاری ارائه میشه. یعنی به صورت شخصی مثلا یه دونه خونه امکان این رو نداره، یعنی اصلا منطقی نیست براش که بخواد اون هزینه رو انجام بده. میخوام تست بگیرم فایبر لینک بزنم. خوبه. این صورت آپلودش برای استریمرها، این برای استریمرها خیلی مهمه. دانلودش چقدر بود؟ 100 مگابیت بود. 10 مگابایت 11 مگابایت در ثانیه میشه. آپلود چقدر بود؟ حدود 50 مگابیت. دانلودش 100 مگابیت بود، آپلودش 50 مگابیت میشه 11 مگابایت در ثانیه حدودا 5 مگابایت در ثانیه. سلام میکنم به کاربرای عزیز زومجی، اومدیم به غرفه گیمزون شرکت موبین نت که توجه خیلی از حاضران تو نمایشگاه الکامپ امسال رو به خودش جلب کرده. خدمت آقای غلامی هستیم تو برامون یه خورده توضیح بدن که اینجا چه خبره. سلام، خیلی خوش اومدیم. من عرض ادب دارم خدمتتون. ما اینجا توی این غرفه موبین نت اومدیم فعالیت داریم که نشون بدیم که بازیای وی آر که با هدست انجام میشه نیاز به نت قوی داره. باز شرکت موبین نت امکانه به ما میده که با نتی که در اختیارمون میذاره و نت در اختیار کاربر بذاره با پینک خیلی پایین بازی ها انجام بشه. با دستگاه هدستمون چه اوکوست توی پروه که با شرکت متای یه مزیت بزرگش هم اینه که برخلاف پی سی وی آر و هدست های پلی استیشن نیاز به دستگاه دیگه ای نداره. بله صد اصلا نیاز به اون دستگاه نداره و یه هزینه کم و معقولی رو برامون میتونه فراهم کنه واسه کسایی که بخواد این کارو باش حالا یا گیم انجام بده یا کارهای ورکینگشون رو انجام بده. اگه اومدین الکام دوست داشتین به اینجا سر بزنید. خدافظ.
خب اینم از غرفه موبین نت تو نمایشگاه الکامپ 2023. کلا غرفه موبین نت به خاطر اون رنگ سبز و مشکی رنگی که داشت خیلی اسهال انویدیاتور میداد و خیلی گیمینگ بود. بخش‌های مختلفی داشت، مخصوصا اینترنت فایبر لینک که حالا در موردش صحبت کردیم، یکی از خدماتی بود که خیلی برای من جذاب بودش. اگر فرصت کردین حتما به سالن 38 یه سری بزنین و غرفه موبین نت رو هم ببینین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.